امشب در 24 ادامه حملات راکتی حماس به سمت اسرائیل در روز چهارم جنگ. ارتش اسرائیل همزمان با بمباران غزه اعلام کرده اولویتش هدف قرار دادن نیروهای ارشد حماسه. انتشار جزئیات تازه از کشتار نزدیک به 70 غیر نظامی در یک دهکده اسرائیلی. نیروهای حماس به کودکان هم رحم نکردند. و ادامه واکنش‌ها در آمریکا به حمله حماس به اسرائیل. جمهوری‌خواهان خواهان مسدود کردن دوباره 6 میلیارد دلار پول‌های آزاد شده تهران شدند. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرخزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما از اورشلیم، جایی که جنگ اسرائیل با غزه وارد چهارمین روز شده. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش ارتش اسرائیل 2 نفر از اعضای حماس رو در روستای رعیم کشتن. بنابراین مشخصه که هنوز تعدادی از اعضای حماس اینجا در داخل خاک اسرائیلن. ساعت 9:30 شب به وقت محلی اینجا در اسرائیل و بمباران هوایی بی‌سابقه این کشور در نوار غزه همچنان ادامه داره و شمار کشته شده‌ها رو به دست کم 830 نفر رسونده. نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفته نیروهای حماس بین 100 تا 150 نظامی و غیر نظامی رو گروگان گرفتن. بابک اساقی از اشکلون در نزدیکی مرز غزه با ماست. بابک، این که 2 تا از نیروهای حماس رو همین ساعتی پیش کشتن نشون میده که این گمانه زنی ها که احتمالاً هنوز اعضای حماس در داخل خاک اسرائیلن فقط گمانه نبوده و واقعیته. اینجوری که از خبرها برمیاد اتفاقا این گروهی که وارد اسرائیل شدن همین امروز وارد اسرائیل شدن. از خبرهایی که به دست من رسیده فرداد، ما خودمون اینجا بودیم و در حین تیراندازی بین ارتش اسرائیل و خرابکاران حضور داشتیم. صحنه‌هایی بسیار بسیار وحشتناک بود. در چند صد متریمون گلوله ها رد و بدل میشد. گفته شده پس از اینکه اشکلون مورد رگبار شدید موشکی قرار گرفت، در حقیقت این برای این بود که چند تن از افراد مسلح حماس توانستند که با چترهای نجاتی که با پروانه کار میکنه وارد خاک اسرائیل بشن. اسرائیل متوجه میشه، سربازان با اونها درگیر میشن. در حال حاضر گفته شده که همه این افراد مسلح کشته شدند، اما اسرائیل هنوز در پی افرادی هستش که ممکن هستش حتی از روز شنبه به گونه ای در گوشه ای از خاک اسرائیل پناه گرفته باشن و هر لحظه ممکن هستش که بیرون بیان و دست به اسلحه ببرن. در هر حال امروز اعلام شد فرداد که بیش از 1000 نفر از شهروندان اسرائیلی در روز شنبه کشته شدند. امروز خبرنگاران خارجی را ارتش اسرائیل به کفار عزا برد، جایی که یکی از اولین مکانهایی بود که افراد حماس وارد اون شدند و آنچه را که خبرنگاران دیدند کمتر از فاجعه و آن عملیاتی بسیار بسیار خشونتبار و غیر انسانی نام دیگه نمیشه گذاشت. در یک اتاق 21 نفر کودک را پیدا کردند که همه اونها را حماس کشته بود، برخی اونها را سر اونها را از بدن جدا کرده بود. 20 کودک دیگر هم در اقصا نقاط کفار عزا پیدا شدند که همه اونها را نیز حماس کشته. و این جدا از کسان دیگری هست که در خانه به خانه رفته و همه اونها را به قتل رسونده. در حال حاضر همانطوری که گفتی تبادل آتش بین اسرائیل و حماس ادامه داره. اماکنون در جایی که من هستم در شهر ازدروت، همانطوری که میبینید شهر خالی خالیه فرداد. این یکی از خیابانهای اصلی شهر ازدروت هستش و همانطوری که میبینید از اون موقعی که من اینجا هستم تا کنون یک ماشین هم عبور نکرده و شهر کاملا خالی هستش و فقط ارتش اسرائیل بر اینجا سلطه داره. از اینجا هم ما به خوبی می توانیم هم پرواز هواپیماها و هلیکوپترها، هم صدای آتش توپخانه
و هم صدای انفجارهای مهیب رو از داخل غزه بشنویم و این نشان دهنده آنچه هستش که در آن ور مرز در غزه اتفاق میفته. اما همانطوری که گفتید شلیک موشک ها هم به طور مداوم ادامه داشته. امروز تل آویو، اشکلون، اشدود، تقریبا تمام شهرهای جنوبی اسرائیل مورد هدف قرار گرفته. اما چشمان اسرائیل تنها به طرف نوار غزه نیست فرداد، و شمال اسرائیل هم امروز باز پرتنش بوده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو سرباز دیگه ارتش اسرائیل در شمال اسرائیل، در مرزهای شمالی اسرائیل، در درگیری با افراد مسلح کشته شدن، و در این درگیری ها تعداد کشته های اسرائیل به 3 سرباز میرسه که یکی از اونها سرباز درجه دار و فرمانده بوده. در حال حاضر اسرائیل از صبح چندین بار مواضع حزب الله را بمباران کرده و بعید به نظر نمیاد که در ساعت و روزهای آینده جنگی هم بین اسرائیل و حزب الله لبنان در بگیره. و نباید ما ناو هواپیمابر بزرگی که از ایالات متحده به سوی اسرائیل میاد را نادیده بگیریم و اون پیامی واضح هم برای جمهوری اسلامی و هم برای حزب الله لبنان و هم برای دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه و در خاک لبنان هست که اگر اونها بخواهند به جنگ بپیوندند و جبهه ای تازه را به روی اسرائیل باز کنند، این امکان وجود داره که ایالات متحده هم دست به اقدام بزنه و در کنار اسرائیل با اونها بجنگه. ساعتی پیش در سراسر اسرائیل مردم اسرائیل در ساعت 9 دقیقاً به روی پشت بام‌ها و بالکن‌ها اومدن و سربازان اسرائیلی را تشویق کردند و یک صدا سرود ملی اسرائیل را به عنوان یک نوع همبستگی عمومی خوندن. اما با این حال هنوز مردم اسرائیل در شوک هستند از آنچه که در شنبه سیاه و خونینی که در اسرائیل اتفاق افتاد به وقوع پیوست، و هنوز اسرائیلی ها نتونستند که این مسئله را به خود قبول کنند که بیش از 1000 شهروند اسرائیلی، پیر و جوان و کودک، کشته شدند و 2800 نفر زخمی هستند و بیش از 150 نفر هم در دستان نیروهای حماس در نوار غزه هستند، جایی که بدون شک جای آرامی برای اونها نیست. با این بمباران هایی که اسرائیل در حال حاضر در غزه داره انجام میده، این امکان وجود نداره که اونها این صداها را نفهمند و در زیر این بمباران ها نباشند. فرداد بابک، به ناو هواپیمابر جرالد فورد اشاره کردی. کمی پیشتر وال استریت جورنال هم گزارش داده که ظاهرا یک هواپیمابر دیگر آمریکایی هم داره به شرق مدیترانه نزدیک میشه. ما نمیتونیم اینو مستقل تایید بکنیم. حین صحبت با تو اتفاقا رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن هم داشت صحبت میکرد. به صحبت‌های اون در ادامه خواهیم پرداخت. اما برگردیم فعلا به همینجا در اسرائیل. بابک، دیروز حرف از این بودش که تمام نقاط مرزی رو که نیروهای حماس موفق شده بودن از اون رخنه بکنن به داخل خاک اسرائیل رو تونستن دوباره کنترلش رو به دست بگیرن، ولی این که الان داری میگی به نظر میاد که دوباره نیروهای حماس موفق شدن از مرز عبور بکنن، نشون میده که وضعیت خیلی سیاله و هنوز بحران تمام نشده. خب ارتباطمون به نظر با بابک اساقی قطع شد. همونطور که بهتون گفتم لحظاتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در مورد تحولات منطقه صحبت کرد. آقای بایدن گفت که این حمله ها ما رو به یاد نسل‌کشی یهودیان میندازه. رئیس جمهوری آمریکا گفت که حماس از مردم فلسطین به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. همونطور که بهتون گفتم وال استریت جورنال گزارش داده که احتمالاً یک ناو هواپیمابر دیگر هم عازم شرق مدیترانه در نزدیکی اسرائیل هست. رئیس جمهوری آمریکا هم طور گفته اقدامات حماس یادآور اقدامات داعش بود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده کنار اسرائیل میستیم، اطمینان حاصل میکنیم که اسرائیل آنچه را برای دفاع از خودش نیاز داره در دست خواهد داشت. میدونید که در جریان یورش نیروهای حماس به داخل خاک اسرائیل
از شهروندان آمریکایی یا دو تابعیتی اسرائیلی آمریکایی هم کشته شدند. گمان میره که 14 نفر بودند تعداد آمریکایی هایی که جانشون رو از دست دادن و رئیس جمهوری آمریکا گفته که اولویتی مهمتر از نجات گروگان های آمریکایی فعلا نداریم. او همطور از کنگره خواسته که تمهیدات برای کمکی فوری به اسرائیل بیاندیشه. بیننده پوشش ویژه ما هستید اینجا از اسرائیل در اورشلیم در چهارمین روز جنگ اسرائیل با غزه در نوار باریکه غزه و همطور که گفتم تعداد کشته های به خصوص فلسطینی ها هر لحظه و هر ساعت داره بیشتر میشه. بمباران به صورت ممتد ادامه داره در مناطق مختلف غزه. تا لحظات دیگه همکارم اشکان صفا اینجا به ما خواهد پیوست اگر بتونه بیاد در تصویر. اینجا فضای کوچکی داریم، نمیدونم حالا در تصویر بتونه راحت بیاد یا نه. خب اشکان صفا اینجا به ما پیوسته. اشکان، حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو می‌دیدم که داشتیم می‌شنیدید از شبکه‌های اسرائیلی، چه نکاتی برات جالب توجه کرد؟ خب یکی از نکات جالب توجهش این بود که البته بدون اینکه به صورت مستقیم از ایران یا حزب الله اسم بیاره، گفت من به سازمان‌ها و به کشورهایی که می‌خوان از آب گلالود ماهی بگیرن هشدار میدم که این کار رو نکنن. این رو شاید به نوعی میشه گفت مستقیم ترین هشداری بود که از سوی ایالات متحده در این روزها به حزب الله و به جمهوری اسلامی ایران ما دیدیم که داده شد. تعداد کشته های آمریکایی رو به 14 نفر در واقع افزایش داد که تا الان میدونن. مقایسه این رخداد با در واقع حملات داعش بود، گفت که این حمله ما رو به یاد حملات داعش میندازه. واقعا هم شباهت های زیادی داره، نحوه ای که الان حرف از این میزنن که تعدادی از کودکان رو سر بریدن دقیقاً ما رو به یاد یورش میندازه که داعش داشت. دقیقاً امروز در واقع شماری از خبرنگاران خارجی موفق شدند که به روستای کفار آزا در نزدیکی نوار غزه برن، جایی که ده ها نفر در اونجا کشته شدند. تقریباً تمامشون هم غیر نظامی بودند. خبرنگارانی که در اونجا رفتن در واقع از جمله خبرنگار تلویزیون i24 i24 اینها گفتند که در واقع جنازه هایی رو دیدند یا جنازه هایی رو ارتش اسرائیل از اونجا جمع آوری کرده که برخیشون هم کودکان بودند، 40 نفر که شماری از اونها سر بریده شده بودند. خانواده هایی رو دیدند که همشون با هم کشته شده بودند. نوزادهایی رو درون گهواره دیدند که کشته شده بودند و اینها تازه بخشی از ماجراست. ما خودمون هم، من امروز در واقع در اون شهرها و روستاهای اطراف نوار غزه ساعاتی رو سفر می‌کردیم، می‌گشتیم، از نقطه به نقطه دیگه می‌رفتیم، البته تا جایی که امکان داشت. بخشی از این مناطق رو من باید توضیح بدم به دلیل همچنان خطر شلیک راکت و خمپاره و همچنین حضور تروریست‌هایی که هنوز گفته میشه که در خاک اسرائیل هستن. ما در همین ساعات گذشته در دو سه مورد در واقع درگیری هایی گزارش شد. در یک موردشون که ما میدونیم که خب دو نفر کشته شدن، موارد همین دو نفر رو الان داشتم اتفاقا با بابک صحبت میکردم. حرف از اینه که مقامات اسرائیلی میگن اینا کسانی نیستن که روز شنبه وارد خاک اسرائیل شدن، در همین اواخر احتمالاً دیروز و امروز وارد خاک اسرائیل شدن. بنابراین مرزی رو که میگن کنترلش رو به دست گرفتن، به نظر کامل هنوز در دست ندارن. درسته، این مرز رو در واقع یک بار دیشب گفتن ما بستیم همه جا رو، یک بار روز گفتن. باید گفت که مرز در ده ها نقطه در واقع این حصار مرزی تخریب شده و تا اینکه بتونن کنترل همش رو در دست بگیرن احتمالاً زمان بیشتری لازم هست. هرچند که در تمام این نقاطی که تخریب شده هم خودروهای زرهی گذاشته شدن، سربازان گذاشته شدن، بخشی از اونها مینگذاری شده، اما همچنان به نظر میاد از جاهایی یا حتی شاید از طریق دریا، نباید فراموش کرد که از طریق دریا همیشه با شاید با شنا کردن چند ده متر از نوار غزه وارد خاک اسرائیل رو از تمام این طرق همچنان امکان داره واردشن و برخی از این افراد هم کسایی نیستن که روز شنبه وارد شدن، احتمالاً کسانی هستن که تا دیروز وارد شدن و در جای مخفی شده بودند از دیروز تا الان و الان دارن سر برمیارن. این رو هم توضیح بدم که ارتش اسرائیل و در واقع رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که نقشه‌هایی رو از درون خودروهایی که این افراد درون اونها بودن پیدا کردن که در واقع برخی از نقاط نظامی اسرائیل از جمله یکی از پایگاه‌های بزرگ هوایی اسرائیل در جنوب اسرائیل، در واقع از جنوب مرکز در نزدیکی شهر برشه و روش علامت گذاری کرده بودند یا عکس
اونها رو داشتن و پیش بینی میکنن که شماری از اونها دست کم قصد داشتن به اونجا برسن. شماری که باید گفت شماری که وارد اسرائیل شدن هم کم نبوده. ارتش اسرائیل میگه که دست کم 1500 نفر از اونها کشته شدن و جسدهاشون درون خاک اسرائیل پیدا شده. اگر ما تصور کنیم که بخشی از اونها هم برگشتن به نوار غزه، بخشی از اونها کشته شدن، هنوز جسدشون پیدا نشده، شاید بشه گفت که بیش از 2000 نفر در واقع در همون روز شنبه وارد اسرائیل شده بودن. به مسیر دریایی اشاره کردی، اتفاقا همین یکی دو ساعت پیش نیروهای حماس گفتن که از طریق ساحل هم تونستن وارد خاک اسرائیل بشن. در تایید حرفی که تو زدی در طول شب دوباره مزاحمت میشیم. فعلا ممنونم از تو اشکان صفایی، همکارم اینجا در اورشلیم کنار ما. بیننده پوشش ویژه ما هستید از اورشلیم اینجا در اسرائیل. به گزارش شبکه I-24 یا I-24 اسرائیل، نیروهای حماس در دهکده کفارزه در نزدیکی غزه مردم غیر نظامی رو قتل عام و شماری کودک رو سر بریدن. وزارت خارجه اسرائیل شمار کودکان کشته شده در این دهکده رو 40 نفر اعلام کرده. روزنامه تایمز اسرائیل هم نوشته 70 نفر از ساکنان این منطقه کشته شدند. این یک خبر فوری است. همکارم طناز خامه از اورشلیم با ماست. طناز، چیزی که به نظر میاد خیلی از مردم اینجا رو به شدت تکان داده، داستان کشته شدن و سربریدن تعدادی از کودکان است. طناز، صدای من رو داری؟ سلام. مطمئن نیستم که ارتباطمون با طناز هنوز برقرار شده باشه. در لحظات پیش رو دوباره سراغ طناز خامه خواهیم رفتش که در همینجا در اورشلیم با ماست. طناز، نمیدونم ارتباطمون برقرار هست، صدای من رو داری؟ تصاویر بیشتری رو میبینیم که منتشر میشه. خانواده های بیشتری یا شاهدان عینی بیشتری جلو میان و بله، صدای منو میشنوی فرداد؟ صدای منو میشنوی؟ بله بله، الان دارم. خب به نظر میاد که ارتباطمون با طناز خامه دچار مشکل است. اگر بتونیم در ادامه برنامه برمیگردیم. همونطور که بهتون داشتم میگفتم، یک خبری که بسیاری از اسرائیلی ها رو امروز تکان داده، خبر کشته شدن تعدادی از کودکان اسرائیلی به شکل با سربریدن اونها بوده. در ادامه برنامه به اون برمیگردیم. ریکاردو لوک، مادر شانی لوک، زن جوانی که تصاویر روبوده شدنش به دست نیروهای حماس با موجی از خشم همراه شد، برای دومین بار از دولت آلمان خواسته دخترش رو از چنگ حماس نجات بده. در روز اول جنگ اسرائیل به حماس تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نیروهای حماس رو نشون میداد که بدن بی حرکت زنی رو با ماشین منتقل میکنن و در این ویدیو جنگجویان حماس در حالی که شعار میدن به زنی که گروگان گرفتن بی احترامی میکنن. من مادر شانی لوک هستم که روبوده شده. ما مطلع شدیم که شانی زنده است، اما آسیب شدیدی به سرش وارد شده. وضعیتش بحرانیه، هر دقیقش بحرانیه. ما از دولت آلمان میخوایم که سریعاً وارد عمل بشه. اینجا مسئله صلاحیت انجام این کار نیست. باید سریع عمل کرد و شانی رو از نوار غزه خارج کرد. این درخواست عاجزانه من از کل کشور آلمانه تا به من کمک کنن دخترم رو سالم به خونه برگردونم. 10 دقیقه به 10 شب هست اینجا در اسرائیل. تصاویر زنده داریم از آسمان غزه، جایی که بمباران هواپیماهای اسرائیلی در این منطقه بی امان ادامه داره و بر شمار کشته‌های فلسطینی هم هر لحظه اضافه می‌شه. تصاویری که از غزه هم مخابره میشه به جان بسیار دلخراش است. در یک مورد یکی از پرستارهایی که در حال درمان زخمی‌ها در نوار غزه بود مطلع شد که همسر او در نتیجه بمباران اسرائیل کشته شده. اسرائیل گفته که آب، برق و تمامی امکاناتی رو که به غزه فراهم میکنه فعلا متوقف خواهد کرد و قصد داره به نظر که احتمالاً حملاتش رو در ساعت‌های پیش رو هم افزایش بده. گمانه‌زنی جدی اینجا وجود داره که نیروهای ارتش اسرائیل دارن آماده میشن تا از طریق زمین هم وارد خاک غزه بشن. گزارش‌های منتشر شده که مقامات
مصری از همتایان اسرائیلیشون شنیدن که ارتش اسرائیل خودش رو برای یک نبرد یک ماهه در نوار غزه آماده میکنه. این رو هنوز به طور مستقل نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم، ولی میدونیم که ایالات متحده آمریکا هم ناو هواپیمابر جرالد فورد رو به منطقه اعزام کرده و وال استریت ژورنال گفته که احتمالاً یک ناو دیگر هم به زودی وارد منطقه خواهد شد. در ایران علی خامنه‌ای مشارکت تهران در حمله حماس به اسرائیل رو رد کرده و گفته این کار خود فلسطینی هاست. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی بعد از اونه که گزارش‌های درباره طراحی این حمله در هماهنگی با فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شد. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه. همکارم اردوان روزبهم اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. حرفای خامنه‌ای حرفای مهمی هست الان، برای اینکه خیلی انگشت اتهام رو متوجه تهران میدونن در حملات اخیر حماس و الان اون عملا داره میگه که ربطی به ما نداشته، حماسی خودجوش بودن. خب اجازه بدید اینجوری به قضیه نگاه کنیم. چه بیش از 40 سال جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی تعریفی کرده تحت عنوان محور مقاومت. یعنی ما وقتی داریم راجع به موضوع صحبت میکنیم و کدهایی که از این میگیریم، پیش از اون خامنه‌ای هم به دفعات در تو فعالیت و اتفاقاتی که اینجا افتاده، حتی در بحث جنین که چند ماه پیش هم اتفاق افتاد، بارها اسم محور مقاومت را آورده. محور مقاومت ما میدونیم که مبدعش جمهوری اسلامیه و اینکه این نیروها رو در کنار هم دیگه گرد بیاره و عنوان یک گروه رو نذاره، که اونم از سیاست جمهوری اسلامی بوده، در اینکه ما بارها میدونیم که گروهای فلسطینی بعد از خیلی از مواقع پشت به جمهوری اسلامی کردن و اون تلاش کرده که این رو به اسم محور مقاومت حفظ بکنه، که این مبارزه رو به اشکال مختلف ادامه بده. نسل اول اینه، ما در این پیام‌ها از بحث محور مقاومت از علی خامنه‌ای شنیدیم. نکته دوم، علی خامنه‌ای پیش از این پیش بینی کرده بود و گفته بود که در 25 سال آینده اسرائیل از بین خواهد رفت. ما نمیتونیم اینو فقط یک شعار بدونیم، در حالی که ما میدونیم نیروهای نیابتی اونها در کشورهای مختلف از همه مناطق مختلف در سوریه حتی تمام تلاششون رو سالهای سال دارن میکنن برای اینکه به هر نوعی میشه منافع اسرائیل، نیروهای اسرائیل و حتی شهروندان اسرائیل رو تحت شعار قرار بده. بیش از چند ماه پیش در دوره نفتالی بنت بود که گروهی از نیروهای قدس مأمور شده بودن که کاسبان و یا نمیدونم مثلا فرض کنید سرمایه‌داران اسرائیلی رو در ترکیه یا در قبرس از بین ببرن. این نشون میده که طرحی که جمهوری اسلامی تاکنون دنبال کرده، از یک طرف این بحث و از طرف دوم دیدارهای اسماعیل هنیه در تهران، دیدار وزیر امور خارجه ایران علی عبداللهیان، امیر عبداللهیان در بیروت با گروه‌های مقاومت، سران مقاومت، همه اینا نشون میده که ما نشانه‌هایی داریم که نمیتونیم فقط با انکار علی خامنه‌ای بگیم هیچ نوع همکاری وجود نداشته. آمریکایی‌ها به نظر من دارن مصلحت اندیشی میکنن و طبیعی است، دنیای سیاسته. واقعیت اینه که تو وقتی وارد بازی بشی خیلی خطرناکه که حالا تو بخوای بگی ما قبول داریم جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای دخیل در حمله به اسرائیل هستن. اسرائیلی که البته خود اسرائیلی هم محافظه‌کار بودن تا اینجای کار نتانیاهو، اسمی از ایران نیاورده. خب میدونید من فکر می‌کنم این نکته رو باید در نظر بگی، این محافظه‌کاری تبعاتش رو دارن در نظر میگیرن. واقعیت اینه که شما وقتی الان هدفتون فقط حماس و جریان‌های مثل حماس در حال حاضر در ورود به خاک غزه، تا عملا شما یک دشمن دارید می‌جنگید، اما اگر اسم هر کس دیگری رو اضافه کنید یه جبهه جدید باز میشه، دارید جبهه تازه وام می‌کنید. همین الان خواسته یا ناخواسته در شمال در این داستان داره بالا در لبنان در مدرسه در مزارع شبا داره این اتفاق میفته. اما اگه دقت کنین، حتی اسرائیل اسم حتی عملیات موشکی که انجام شده و حمله‌ای که پاسخ داده شده، اما اسمی از لبنان آورده نشده. بدانید که الان در حال حاضر باید یک هدف رو نگه داشت و یک جبهه رو باز گذاشت. اما واقعیتش رو بخواید، همون جوری که پیش از اینم بنیامین نتانیاهو گفته، همین امروز
من مصاحبه سی ان ان داشتم نگاه می‌کردم از یکی از اعضای مجلس نمایندگان، به صراحت اسم جمهوری اسلامی آورده میشه، اما اینی که به صورت دیپلماتیک وارد نمیشه فقط به نظر من در نظر گرفتن شرایطه. حالا چه کسی بیشتر از هر کسی این خطر رو احساس کرده؟ علی خامنه‌ای. اون میدونه که در حال حاضر، نگاه کنید وقتی نگاه میکنید ببینید شما در جمهوری اسلامی هموطنان خودتون رو میکشید، در مجموع دولت‌های خارجی جایی وجود داره که وارد درگیری‌های تو نشن، همونجوری که ما در دور اول یادمونه باراک اوباما حاضر به ورود نشد و گفت این مسئله داخلی است در 88، بعد از اون اتفاقات که در 96 90 و سال‌های دیگه هم افتاد، دولت‌ها ضمن اینکه از مردم حمایت کردن اما هیچ کدوم وارد به بازی نشدن، به دلیل اینکه این خطر وجود داشت. شما وارد به یک بازی داخلی بشید در واقع عملاً دارید یه بازی باخت دو سر باخت رو شروع می‌کنید. اما حالا مسئله خیلی مهمی وجود داره، دلیل خیلی کافی وجود داره که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه میتونه خطر منطقه محسوب بشه، به دلیل اینکه تو محور مقاومت درست کردی، تو اعلام کردی 25 سال اسرائیل از بین میبری، تو تجار اسرائیل رو نابود میکنی، تو عملاً در ماموریتات حسو اسرائیل رو داری لحاظ میکنی، تلویزیون جمهوری اسلامی مملو از این پیام. مثلا اونها در ارتباط با مسئله حمایت از غزه صحبت نمیکنن، اونها دارن در همونجوری ایلان ماسک میگه مسئله فلسطین نیست، مسئله غزه نیست، مسئله اینه که تو نمیخوای اسرائیل باشه. و این یه هدفی است که بسیار لقمه بزرگی است و به نظر من علارغم توالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، علارغم فعالیت‌های برون مرزی اون در جاهای مختلف، مسئله اسرائیل چیز نیستش که جمهوری اسلامی بتونه حتی طرفش بره. حتی اینجا هم به نظر نمیاد زائقه برای مسائل فراتر در منطقه داشته باشن، چون اگر بخواد فراتر از اینها بره، الان میدونیم اماراتی‌ها با طرفای سوری تماس گرفتن، گفتن وارد نشید، میدونم که گوش همه تیز هستش که ببینن آیا از سمت دیگری حمله میشه یا نه. به همون حزب الله لبنان که اشاره کردی، خود جغرافیایی که حمله میکنن هم مهمه دیگه، مزارع شعبا عملا خاک اشغال شده لبنان، هنوز به داخل اسرائیل حمله نکردن، دقیقاً یه منطقه خیلی بلا تکلیفه. ولی مسئله اینه، من فکر میکنم جنگ اسرائیل چیز شوخی برداری نیست. میدونید جمهوری اسلامی در خیلی از موارد یک بادکنک رو بزرگ کرده. من نمیخوام بگم آقا واقعا هستن یا نیستن، ولی من میخوام بگم جمهوری اسلامی تبلیغات و پروپاگانداش اصولا میشه از تواناییش بوده. شما یه موشکی رو دارید میفرستید میره 3 کیلومتر اونورتر میفته پایین، بالاش مینویسین برای مثلا فرض کنین چه میدونم اسرائیل. در عمل ما اینو میدونیم، اما من فکر میکنم این خشمی که امروز وجود داره، بیاید اینجوری فکر بکنیم، نیروهای حماس که به نوعی ارتباط با جمهوری اسلامی دارن سر کودک دارن میبرن. شما نمیتونید بیاد بگید آقا خیلی خواه استناد به این میکنن که در درگیری‌های بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به هر حال اتفاقات خوشایندتامیز افتاده. بله افتاده، ولی خیلی از اینها هدفمند نبوده، یا اگر بوده به هر حال بر اساس ضرورت در بخش خیلی کوچکی وارد شد. اما ما داریم میبینیم دست کم 1000 نیر اسرائیلی شهروند اسرائیل. شما به یک کارناوال موسیقی شهر، فستیوال موسیقی شهر که حمله می‌کنه 250 تا آدمو می‌کشت. این نشون میده که همشون هم اسرائیلی نبودن، عمدتاً هم میزبان از آلمان، اسرائیل میزبان اینها بوده. پس این نشون میده که حماس داره یه جنگ برای دنیا را میندازه. این اصل قضیه است. ما نمیتونیم کشوری رو پیدا کنیم الان بگه من حامی اسرائیل نخواهم بود. دست کم میتونه عقب وایسه. ولی نمیتونیم بگیم کسی وجود داره که الان میگه من در جبهه مشترک با حماس خواهم جنگید. حتی همین جمهوری اسلامی به دلیل اینکه میدونه این دیگه از حد پروپاگاندا گذشته. این شوخی نیست. علی خامنه‌ای میدونه ابزارهای لازم الان در دست کشورهای غربی هستش. شما برای 6 میلیارد دلار پول عملاً گروگانگیری کردید و این قابل اتفاق نیست دوباره. من امروز صحبت‌های تو این دو سه روز صحبت‌ها رو گوش می‌کنم از اعضای کنگره، از نیروهای سیاسی اطراف، عملاً شما اینو دارید می‌بینید که دیگه این باور بر این نیستش که شما حالا میرید یه در نگه می‌دارید، پول می‌گیرید، میرید دوباره می‌گردید. حالا اینجاست که اگر قرار باشه جمهوری اسلامی درست عمل نکنه، من فکر میکنم توافقی بر سر این خواهد شد که اگه قرار یک بار مسئله محور مقاومت حل بشه باید سر مار زده بشه. من این ایده من نیست، من میخوام بگم این نگاهی که وجود داره، بدن این که الان شما تهش دارید میبینید که هر جا بحث میشه آخرش ختم میشه به جمهوری اسلامی. یعنی یه جایی شما ردپای جمهوری اسلامی دارید میبینید. رهبر جمهوری اسلامی امروز خطر رو بیشتر از هر کسی احساس کرده و من فکر میکنم این پیام خیلی روشنیه که جمهوری اسلامی در عین حالی که در این بازی وجود داره داره تلاش میکنه یه قدم به عقب برداره. من فکر میکنم به زودی ما شاید خیلی اتفاقات متفاوتی هم خواهیم بود. یادمون باشه کوچکترین اشتباه امروز به نظر من از نظر جمهوری اسلامی منتهی به ساقط شدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران خواهد شد. من اینو با باور قطعی دارم، به دلیل اینکه اگر ما برسیم به اینکه تمام این مسیرها همه عقب وایسادن میگن ما مطمئن نیستیم نقش داره، اما اگر همه این مسیرها ختم به جمهوری اسلامی بشه، من فکر میکنم همه به توافق میرسن بر سر زدن سر مار. ممنون
ممنونم از تو اردوان روز به همکارم اینجا در اورشلیم با ما. بیننده پوشش ویژه ما هستید از اورشلیم. 4 روز بعد از آغاز جنگی که با حمله بی سابقه حماس به خاک اسرائیل شروع شد، ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل حصار مرزی با نوار غزه را در دست گرفته. در مقابل غزه شاهد ادامه حملات هوایی اسرائیل. بنابر اعلام وزارت بهداشت حماس، حملات اسرائیل به غزه تا به حال به کشته شدن بالای 700 نفر فلسطینی منجر شده. گزارش محسن ایزدی. جنگ اسرائیل و حماس، روز 4، دور تازه ای از حملات راکتی به اسرائیل و ادامه حملات هوایی به مواضع حماس در نوار غزه. طبق اعلام سفارت اسرائیل در آمریکا، شمار کشته شدگان اسرائیلی در حملات حماس از 1000 نفر نیز گذشت. پیش از فرار رسیدن ظهر، ارتش اسرائیل با اعلام در دست گرفتن کنترل کامل حصار مرزی با نوار غزه، آخرین آمار رسمی از این جنگ را منتشر کرد که طبق آن بیش از 4500 راکت از غزه به اسرائیل شلیک شده است و اسرائیل هم متقابلا به 1352 هدف در غزه حمله هوایی کرده است. ارتش اسرائیل در ادامه اعلام کرد که از نیمه شب حدود 200 نقطه را در غزه هدف قرار داده است. انتظار می رود اسرائیل در پاسخ به حملات حماس عملیات زمینی بزرگی را در غزه آغاز کند. حمله‌ای که اگر انجام شود، ساکنان غزه را در وضع بسیار دشواری قرار خواهد داد. زیرا در شرایطی که هم اردن و هم مصر گذرگاه‌های مرزیشان را با غزه بسته‌اند، یافتن یک سرپناه امن امری است نزدیک به محال. بیمارستان اشفا امن‌تره، اسرائیل بهش حمله نمی‌کنه. ما شنیدیم که اونا پناهگاه‌های سازمان ملل رو زدن، فکر کردیم اینجا انتخاب بهتریه، ولی خدا میدونه بعدش چی میخواد بشه. شرایط سختیه، این بیمارستان هم واسه پناهگاه بودن ساخته نشده که. ما مجبور شدیم به اینجا پناه بیاریم. مردم وحشت زدن، منم یکی از اونا. در مقابل مقامات حماس اعلام کردند تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشند، در مورد اسیرانی که در اختیار دارند مذاکره نخواهند کرد. اسیرانی که سرنوشتشان به فرجام این جنگ 4 روزه گره خورده است. ما به اسرائیلی ها میگیم که مردم فلسطین در تنهایی نمیمیرن. لازم این حرف ثبت بشه. ما از این پس به تنهایی نخواهیم مرد، بلکه میکشیم و میمیریم، چون که امروز در یک جنبش آزادی ملی برای بازپسگیری سرزمینمان هستیم. در پی این اظهارات، حملات جدید راکتی حماس به شهرهای مرکزی اسرائیل عصر سه‌شنبه از سر گرفته شدند. حماس همچنین مدعی حمله به فرودگاه بن گوریون شد. پرسش اینجاست که واکنش متقابل اسرائیل به دور تازه حملات از سوی حماس چه خواهد بود؟ محسن ایزدی، لندن. واکنش‌ها در آمریکا به وقایع اسرائیل همچنان ادامه داره و بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس و همینطور سنای آمریکا خواهان مسدود شدن 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران شدند. سناتور جمهوری‌خواه مارشا بلکبرن همراه گروهی از سناتورهای دیگه در این حزب طرح دولت بایدن در مورد نظارت بر اموال آزاد شده رو ناکافی خونده و گفتن این ادعا که پول آزاد شده تهران فقط برای کمک‌های بشر دوستانه استفاده میشه دقیق نیست و ریسک بالایی به همراه داره. تام کاتن سناتور دیگر جمهوری‌خواه هم در توییتی گفته دولت بایدن باید فوراً 6 میلیارد دلار پول آزاد شده تهران رو دوباره مسدود کنه. آقای کاتن گفته هیچ اقدامی کمتر از این قابل قبول نیست. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، فقط هم آقای کاتن و این چند سناتوری که بهش اشاره کردیم نیست، به نظر میاد تعداد زیادی از به خصوص جمهوری خواهان به جد دنبال اینن که دوباره این 6 میلیارد دلار رو بلوکه کنه آمریکا. البته خب دیروز که آقای کوین مک‌کارتی رهبر اسبق اکثریت مجلس نمایندگان این ایده را مطرح کرد که دوباره بیان این پولای جمهوری اسلامی رو بلوکه کنند، و
خیلی دور از انتظار نبود که بقیه جمهوری‌خواها هم پشتش در بیان. داستان این است که فعلا وزارت خارجه پاسخ مشخصی در این زمینه نمیداد. میگوید اولا اون پول دستش نخورده، بعدش هم قرار نیست در بخش‌های گنده بخواد خرج وزارت خارجه روش در واقع دستش باز هست که ببینیم پول‌ها کجا می‌رود. جمهوری‌خواها میگویند فرق نمی‌کنه حتی اگر ایران پول 6 میلیارد دلار هم صرف خرید غذا هم بکنه فرضاً، این به معنی است که 6 میلیارد دلار دیگر رو میتونه آزاد کنه برای که بخواد کارهای تروریستی انجام بده و پول سیال هست، میتونه از دست به دست بچرخه. بنابراین این داستان الان جمهوری خواهان به نظر میآید غیر از این که بخواهند یک در واقع یه قطعنامه یا یک لایحه‌ای رو تصویب بکنن که بیش از 2/3 آرا رو در سنای آمریکا داشته باشد که جلوی وتوی رئیس جمهوری رو هم بگیرد، راهی ندارن برای اینکه بخوان جلوی اینکه این 6 میلیارد دلار یا پول‌های دیگری که جمهوری اسلامی دارد و دولت بایدن تصویب می‌گیرد آزاد کنن رو بگیرن. غیر از اون هم حرفای آقای بایدن رو شنیدیم در سخنرانی ایشون، میشد دید که از کلمات قوی استفاده کرد برای که از اسرائیل حمایت کنه و از حماس در واقع حماس رو تقبیح کنه، حماس رو مقایسه کرد با گروه خلافت اسلامی داعش و گفت بربریت اونها یکسان هست. در بخش دیگری از صحبتاش تایید کرد که آمریکایی‌هایی هستن که در بند حماس هستند، اما نگفت چند نفر، گفت امریکا کمک خواهد کرد که این افرادی که به اسارت گرفته شدند اسرائیل پیداشون کنه، اما توضیح نداد که آیا حاضر است بخشی از ارتش آمریکا یا بخشای اطلاعاتی آمریکا رو هم بفرسته. قبلا میدونستیم گفته بودن مشاورانی از FBI برای که بخوان مذاکره کنن، کسایی که به طور حرفه‌ای کارشون مذاکره کردن با تروریست هاست از FBI میفرستن، اما این بار توضیحات بیشتری هم نداد در این باره. اسم ایران رو نیاورد، اسم حزب الله رو نیاورد، خیلی محتاطانه بود این بیانیه، ولی در این حال سعی کرد که اون توقعاتی که از آقای بایدن میرفت رو برآورده کند. و بعد هم در نهایت رئیس جمهوری آمریکا بدون اینکه هیچ سوالی از خبرنگاران گوش بکنه ترک کرد اون سالن بیزی رو که اونجا داشت راجع به جنگ در اسرائیل صحبت میکرد. امروز در مجلس نمایندگان آمریکا صحبت ها راجع به انتخاب رئیس آینده مجلس شروع خواهد شد بین آقای استیو سکالیس و آقای جیم جوردن و احتمالاً شاید دوباره اسم کوین مک‌کارتی رو ما بشنویم، چون دیشب در یک مصاحبه در رو نبست آقای مک‌کارتی راجع به اینکه دوباره بخواد نامزد بشود. تا قبل از اینکه مجلس نمایندگان رئیس نداشته باشد، نمایندگانی هستند که فعلا یک سری طرح‌هایی رو برای تحریم‌های بیشتر علیه حماس، جهاد اسلامی، جمهوری اسلامی، حزب الله ارائه کردند. تا وقتی رئیس نداشته باشد مجلس اینا به جایی نمی‌رسد، اول رئیس مجلس مشخص بشود. غیر از اونم در سنا الان به نظر میآید که خودشون دارن تصمیم گرفتن که یک بودجه جداگانه یک برای اوکراین بخوان تنظیم کنن، خیلی بیشتر از اون چیزی که کاخ سفید تصمیم کرده، و یک بودجه اضافی برای کمک‌های دفاعی به اسرائیل تصویب بکنن. میدونیم 3.3 میلیارد دلار فعلا کاخ سفید در اختیار داره برای کمک به اسرائیل. احتمالاً اون بخشی که آقای بایدن گفت مهمات می‌خواد بفرسته به اسرائیل هم برمیگرده به همون 3.3 میلیارد دلار. باید دید. واشنگتن پست میگوید که کاخ سفید قصد این رو دارد که بخش کمک‌های دفاعی اوکراین رو گره بزند به اسرائیل. اینجا در کنگره آمریکا جمهوری خواهان گفتن اصلا نمیشه، خانم الیس استفانیک نفر سوم حزب جمهوری خواه در کمیته مرکزی گفت به اندازه کافی جمهوری خواهان رأی دارن که یک کمک جداگانه برای اسرائیل تصویب کنن، احتیاجی نیست این دوتا با هم گره بخورد. با این حال فعلا همونجور که گفتم تا در مجلس نمایندگان رئیس مشخص نشود فعلا همه چی بلبشو است. ممنونم از سوارش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. 10:07 شب اینجا در اورشلیم به وقت محلی بیننده پوشش ویژه ما هستید. از جنگ اسرائیل با غزه تصاویر زنده داریم از آسمان غزه، جایی که به صورت بدون توقف ارتش اسرائیل مواضع مختلف حماس رو در این باریکه بمباران میکنه. وضعیت همچنان در منطقه سیال هست. گزارش شده که حتی امروز هم تونستن تعدادی از نیروهای حماس از مرز عبور بکنن. بعضی از مناطق نزدیک نوار غزه تخلیه شدن از شهرنشینان اسرائیلی و گمان این میره که احتمال داره ارتش خودش رو برای یک یورش تمام عیار زمینی هم آماده بکنه. در حین صحبت‌های ما با آرش علایی، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم صحبت‌هایی داشت می‌کرد. آقای
سالیوان گفتش که ما درخواست بسته حمایتی از اسرائیل رو به کنگره آمریکا میفرستیم. آقای سالیوان اشاره کرد ما در حال مشورت با متحدان و شرکامون در مورد همه سناریوهای احتمالی هستیم که ممکنه در روزهای آینده رخ بده. تصاویر زنده رو دارید میبینید از آقای سالیوان که هنوز هم داره صحبت میکنه. آقای سالیوان اضافه کرده که ما وزیر دفاع آمریکا گفته با وزیر دفاع آمریکا صحبت کردیم، هواپیمای آمریکایی کمک‌های نظامی به اسرائیل خواهند فرستاد. تحرکات در واشنگتن دی سی هم بنابراین بسیار زیاد هست و دولت آمریکا خودش رو برای کمک‌های بیشتری به اسرائیل آماده می‌کنه. از شروع درگیری‌ها غیر نظامیان از هر دو طرف قربانی اصلی جنگ بودند. بر اساس گزارش‌ها 88 مدرسه وابسته به سازمان ملل در غزه به پناهگاه تبدیل شدند. یکی از ساکنین غزه میگه به خاطر بمباران خانه‌ها مجبور شدن با همه اعضای خانواده‌اش به یکی از این مدارس برن. به خاطر بمباران روی خانه ها، زمین های کشاورزی و خیابان ها مجبور شدیم خانه های من را رها کنیم تا به یک مکان امن برویم. ما با بچه های خود به این مدرسه آمدیم. در جنگ گذشته خانه های ما خیلی وحشیانه توسط ارتش اسرائیل بمباران شد. ماندن در خانه امن نیست. کل منطقه بمباران شده. دیروز یک ساختمان با همه ساکنینش بمباران شد. وضعیت خیلی بد است. آب آشامیدنی، غذا و هیچ خدماتی برای مردم در پناهگاه ها وجود ندارد. یک بمب کنار خانه منفجر شد. ما سریع فرار کردیم. بچه ها گریه می کردن و خیلی ترسیدند. اینجا آمدیم. امیدوارم این وضعیت آرام شود تا به بچه هامون بتانیم با خیال راحت به خانه برگردیم. حماس در روز اول حمله به اسرائیل شمار زیادی از شهروندان این کشور و همینطور شهروندان خارجی رو اسیر گرفت و به داخل نوار غزه برد. خانواده های گروگان ها به شدت نگران جان این افرادن. بعضی از اونها آمریکایی ان که از دولت بایدن میخوان هر چه سریعتر شهروندان ربوده شده رو پیدا کنه و به خونه برگردونه. مادرم زندگیشو وقف کمک به دیگران از همه نژادها و جنسیت‌ها به عنوان یه پرستار در بیمارستان کرد. او این اشتیاق رو برای خدمت به مردم به ما، بچه‌هاش و نوه‌هاش هم منتقل کرد. میخوام در مورد مسئولیتی که دولت آمریکا، رئیس جمهور بایدن و وزیر خارجه برای زندگی هر شهروند آمریکایی که در اونجا هستن صحبت بکنم. اونا مسئول سالم برگردوندن شهروندان آمریکایی به خونه هستن. ما چیزی کمتر از این از دولت آمریکا و از رئیس جمهور بایدن و معاون و وزیر خارجه انتظار نداریم. همکارم اشکان صفایی دوباره اینجا به ما پیوسته. اوضاع بسیار سیاله به خصوص در نوار غزه و نزدیکی اون. در این ور مرز میدونم که درگیری های صورت گرفته. میدیدم یه چشاتم به کانال 11 اسرائیلی چه میگن؟ خب گزارشی که تو همین دقایق گذشته منتشر شده و الان خب تصاویر زندهش رو هم کانال 11 تلویزیون اسرائیل داره نشون میده این هست که یک درگیری جدیدی بین ننوشتن چند نفر اما در واقع از اسم جمع استفاده کردن بین شماری از تروریست ها با ارتش اسرائیل و با پلیس اسرائیل در نزدیکی شهر اشکلون ادامه داره. شهری که چندان هم نزدیک نیست به نوار غزه، حدوداً 10-15 کیلومتر در واقع شمال نوار غزه هست. البته حالا اینکه به کجای در واقع کدوم یکی از ورودی های این شهر باشه، نوشتن که درگیری های در اونجا ادامه داره. اما میخوام به این موضوع اشاره کنم. فرداد گفتی از اینکه احتمال حمله زمینی و احتمال گسترده تر شدن حملات، شاید اگر که به حرفای امروز در واقع ساعتی پیش وزیر دفاع اسرائیل نگاه بکنیم، معنیش این باشه که اسرائیل قصد داره خیلی شاید به زودی حمله زمینیش رو آغاز بکنه. یوآف گالانت در صحبتهایی که امروز داشت گفت که ما حمله رو در حال گسترده تر کردن حمله هستیم و در حال رفتن به سوی در واقع حمله حالت تهاجمی کامل هستیم. گفت که غزه دیگر غزه سابق نخواهد بود. گفت که نوار غزه کاملا تغییر خواهد کرد. گفت که حماس میخواست نوار غزه رو تغییر بده و حالا تغییر خواهد کرد. گفت که حماس پشیمان خواهد شد. هشدارهایی که هشدارهای کمی نیست، پیشتر هم هشدارهای دیگری هم از هم او هم مقامات ارتش اسرائیل داشتیم که گفتند که در واقع هدف اولشون از بین بردن کادر رهبری حماس است، دست کم اون بخشی از کادر رهبری که در نوار غزه هستند. همینقدر که شرایط اینجا برای مردم اسرائیل
سخته میشه حدس زد که چقدر برای غیر نظامیان فلسطینی اونور در نوار غزه هم که خیلی هاشون هیچ کاری با حماس ندارن دشوار هست. ممنونم از تو اشکان صفای همکارم اینجا در اورشلیم با ما، بیننده پوشش ویژه ما هستید از اورشلیم با من فرداد فرستاد. کشورهای مختلف برای میانجیگری تلاش میکنن، اما در عین حال صدر اعظم آلمان گفته در تماس با رهبران فرانسه، آمریکا و بریتانیا این سه کشور هم نظرن که اسرائیل حق داره از خودش در مقابل حمله به گفته اونها غیر انسانی حماس دفاع کنه و برای این کار حمایت ما رو داره. وضعیت اسرائیل خیلی نگران کننده است. من و امانوئل مکرون در جلسه با جو بایدن، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا شرکت کردیم. همه توافق کردیم که حملات وحشیانه به غیر نظامیان بیگناه اسرائیلی رو به شدت محکوم کنیم. ما همینطور با اسرائیل در مورد افراد روبوده شده و گم شده همکاری میکنیم. تلاش میکنیم تعدادشون رو مشخص کنیم و ببینیم چه کاری میتونیم برای آزادی اونا انجام بدیم. این موضوع برای ما خیلی مهمه. همینطور مذاکراتی با کشورهای منطقه داریم تا اطمینان حاصل کنیم که آزادی، زندگی و سلامت این افراد تضمین شده. اینکه اسرائیل باید از خودش دفاع کنه واضحه، اما حمایت ما رو هم داره. ما همه چیز رو با دقت بررسی میکنیم. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، الان 4 روز از شروع نزاع گذشته، گمان زنی های زیادی در مورد احتمال یورش به داخل خاک غزه از طریق زمین وجود داره. تا این لحظه هنوز این اتفاق نیفتاده. به نظرتون چه محاسبه ای رو دارن اینجا در اسرائیل انجام میدن؟ بعضی شالام و سلام خدمت شما و مخاطبینتون. ببینید، داره دولت اسرائیل داره کم کم داره تدارکات دیپلماتیک رو میبینه. همینطور که میبینیم رهبران کشورهای غربی ابراز حمایت کردن از اسرائیل، و این خیلی مهم هستش که اسرائیل رو داشت از این حمایت دیپلماتیک و اعتبار دیپلماتیک برای حمله وسیعی که میخواد انجام بده در غزه برخوردار باشه قبل از اینکه این حمله شروع بشه. خیلی مهم هستش. پس این به نظر میاد که یکی از دلایلی هستش که الان اسرائیل داره صبر میکنه. یک دلیل دیگه هم این هستش که به احتمال زیاد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل دارن از تمام منابع خودشون استفاده میکنن که ببینن گروگان‌های اسرائیلی در غزه در چه محله‌هایی هستن، در چه اماکنی هستن، که سعی بکنن که وقتی که حمله میکنن جان اونها رو در خطر نندازن. و یک دلیل دیگه این هستش که ببینید الان ما 300 هزار نفر سرباز ذخیره‌ای آوردیم توی یعنی آمدن در ارتش، و شما میخواید تمام تجهیزات، یونیفرم، شما میخواید از چکمه تا مسلسل تا خشاب تا تمام امکاناتی که این 300 هزار نفر رو براشون فراهم کنید این طول میکشه. پس به نظر میاد که ارتش اسرائیل هم داره این تدارکات رو میبینه برای مجهز کردن و برای آماده کردن این سربازان. ولی بدون شک اسرائیل حمله زمینی هم انجام خواهد داد، چون اسرائیل به نظر من هدفش اخراج رهبران حماس از غزه خواهد بود، همون کاری که اسرائیل در سال 1982 با عرفات کرد در لبنان. البته همین حالا هم بعضی از رهبران سیاسیشون اصلا خودشون در غزه نیستن، در جای مثل استانبول و دوحه در امنیت نسبی دارن زندگی میکنن. آقای جاودانفر، میدونم که اسرائیل الان حمایت بین المللی قابل توجهی داره برای دفاع مشروع از خودش، با توجه به کشتار وحشتناکی که نیروهای حماس اینجا در خاک اسرائیل انجام دادن، کمتر کسی هستش که سمپاتی به حماس نشون بده. الان حتی دیدید رهبر جمهوری اسلامی هم حداقل فاصله گرفت از اینکه ایران نقش مستقیمی داشته در اون، هرچند دفاع کرده از طرفهای فلسطینی. اما کسانی که در داخل اون نوار غزه دارن زندگی میکنن، تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی واقعا راه گریزی ندارن. این ور مرز توسط اسرائیل بسته است، گذرگاه رفح هم که مصری ها به ندرت بازش میکنن، اون برم که دریا هست. در این حال نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو به اونها گفته که باید شهر رو ترک بکنن، چون قرار اونجا رو به شکلی بی سابقه بمباران بکنه. واقعا دشوار هستش که در این شرایط آدم فکر بکنه که اگر اون ور الان بود برای شهروندان فلسطینی که در غزه هستن، چه راه گریزی واقعا وجود داره. بله، ببینید کاملا شما درست میگید، کاملا احساس هم دردی وجود داره. ولی چرا حماس فکر این هر کارا رو نمی‌کرد قبل از اینکه حمله بسیار بزرگی رو انجام داد علیه اسرائیل؟ ببینید، وقتی که شما
وقتی شما یک گروه دیگه میاد یه همچین کارهایی رو انجام میده، همچین جرمهایی رو مرتکب میشه، قتل عام میکنه مردم خودتون رو، مردم شما رو، شما بسی واکنش نشون بدید. ما قبلا واکنش هوایی نشون دادیم، بس کافی نبود، حالا بعد واکنش زمینی نشون بدیم. خب اولویت اسرائیل مردم اسرائیل و امنیت اسرائیل هستش. کسی به شما بگه نه دروغ گفته، برای هر دولتی. در این حال اسرائیل نمیخواد که مردم بیگناه فلسطین کشته بشن، چون به نفع اسرائیل نیستش. قبل از اینکه به ساختمان‌های فلسطینی حمله بشن، به برج‌های مسکونی، معمولاً اسرائیل زنگ میزنه به ساکنانشون یا کسانی که مسئول ساختمان هستن، و به زبان عربی ماموران اطلاعاتی اسرائیل که مسلط هستن به زبان عربی، به چند لهجه، با لهجه‌ای که اونها بفهمن، بهشون میگن که خواهش میکنیم این ساختمان رو تخلیه بکنید، و تخلیه میکنن. قبل از اینکه اسرائیل حمله بکنه به بعضی از این اماکن، تو واتساپ و تو گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی بعضی وقتا اسمس میفرسته به مردم در اون منطقه، میگه که ما در این منطقه در ساعت آینده، در چند ساعت آینده رو هدف خواهیم داد و هدف خواهیم گرفت. بعضی وقتا نقشه میفرسته. میدونم، ولی آقای جاوزن فر، شما بهتر از من میدونید، همیشه کاملا دقیق نیست. الان خبرنگاران در اون بر مرز کشته شدن، مطمئنم بسیاری از این پدر مادرانی که بچه‌هاشون رو در دست دارن تک تک شدن، اگر میدونستن که شانس این وجود داره که فرار بکنن، فرار میکردن. اونجا هم به شدت محدوده ای هستش که از منهتن نیویورک هم ازدحام بیشتری داره، واقعا راه گریز چندانی در بسیاری از موارد برای اونها وجود نداره. درست آقای فرزاد، ولی چه کار تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل اویو؟ جناب آقای فرزاد، ممنونم از شما. مرسی. کوتاه بفرمایید. خب به نظر میاد که ارتباطمون قطع شد. عذرخواهی میکنم از آقای مهیر جاودانفر. تصاویر زنده داریم دوباره از نوار غزه که همین الان داشتیم صحبتش رو میکردیم. آسمان این شهر رو دارید میبینید. در این لحظه به نظر آرام میاد، ولی میدونید که بمباران اسرائیل بی وقفه در اونجا هم ادامه داره. دقایق پیش گزارش آمد که در اشکلون هم یکی از نیروهای فلسطینی که به گمانم احتمالاً از اعضای حماس بوده کشته شده. شرایط بسیار سیال هست در منطقه. در شمال اسرائیل هم همونطور که در جریان هستید، بعضی از نیروهای حزب الله لبنان راکت پرانی کردند، هرچند به مزارع شبا، نه در خود خاک اسرائیل، در منطقه‌ای که در اشغال اسرائیل هست. جک سالیوان رو برای لحظاتی در تصویر دیدید، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که همچنان در پودیوم کاخ سفید داره با مطبوعات صحبت میکنه. آقای سالیوان گفتش که کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل افزایش پیدا میکنه و از کنگره هم خواستن که کمک‌های بیشتری مورد خاص بعید میدونم که دولت بایدن مشکل چندانی برای متقاعد کردن کنگره داشته باشه برای کمک‌های بیشتر نظامی و تسلیحاتی به اسرائیل. همین حالا هم که داریم صحبت میکنیم، ناو عظیم هواپیما بر جرالد فورد آمریکا عازم شرق مدیترانه شده تا خودش رو به نزدیکی خاک اسرائیل برسونه. وال استریت جورنال گزارش داده احتمالاً یک ناو دیگر هم عازم منطقه است. همونطور که گفتم، شرایط بسیار بغرنج است در منطقه و چشم تمام جهان و منطقه به اینجاست، با توجه به اینکه بسیار از کشورهای اطراف هم روابط چندان حسنه‌ای با اسرائیل ندارن، از جمله لبنان و سوریه. مقتدی صدر روحانی شیعه با اعلام حمایت کامل از نیروهای حماس از منفعل بودن بعضی حکام عرب در قبال این جنگ انتقاد کرده. خداوند مجاهدان فلسطینی و مقاومت حماس، جهاد و گردانهای قسام رو مورد مرحمت قرار بده، چون اونها صهیونیست‌ها رو تحقیر کردن، نفسشون رو بریدن و ضعف و شکستشون رو مقابل پیشروی فلسطینی‌ها نشون دادن. اما شرم و ننگ بر بعضی از حکام عرب که در این مورد هیچ کاری انجام ندادن تا موقعیت و حکومتشون رو حفظ کنن. اونها حتی تهدید به متوقف کردن عادی بودن روابطشون یا بستن سفارتخانه های اسرائیل در کشورهاشون نکردن. ما در عراق آماده تهیه آب و غذا و رسوندنش به غزه از طریق سوریه، مصر یا از دیگر راه‌ها هستیم. من از مصری‌ها می‌خوام که آب و غذا برای مردم بی‌دفاع تهیه کنند و محاصره غزه رو که با افتخار در حال مبارزه است بشکنن. امروز ما منتظر سقوط بت آمریکا هستیم، استعمارگر بی‌رحمی که توسط جو بایدن رهبری میشه.
علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ماست. آقای صدزاده، میدونیم که اماراتی ها به سوریا گفتن دست به کاری نزنن که شرایط رو پیچیده تر بکنه، ولی همه نگاه ها الان به منطقه هست. خود اسرائیلی ها هم نگرانن طبیعتاً که آیا ممکنه یک جبهه دیگری باز بشه. چقدر محتمل میدونید؟ میدونم که حزب الله لبنان اقداماتی در شمال اسرائیل انجام داده، ولی به نظر نمیاد اونها هم به قصد هجوم مهم و جدی این کارو کرده باشن. نه حزب الله میخواد، نه جمهوری اسلامی میخواد، چون میدونن که خیلی خیلی اوضاع براشون بد میشه. واقعیت این است که نتانیاهو هم الان نمیخواد، چون نتانیاهو نمیخواد چند جبهه جنگی رو در آن واحد باز بکنه. همین برنامه‌هایی رو که اعلام کرده که میخواد در نوار غزه ادامه بده به اندازه کافی پیچیده و مشکل و طاقت فرسا هست. گفته من میخوام حماس رو به عنوان عامل سیاسی از منطقه حفظ کنم. بعدم گفته که سرزمین غزه دیگر اون سرزمین نخواهد بود، احتمالاً تقسیمی میشه، افراد در جاهای دیگه حتما باید برن. ولی یه چیزی هست، حماس 80,000 عضو داره و این اعضا در این 2 میلیون نفر یا بیش از 2 میلیون نفری که در غزه هستن، اینها همه با هم قوم و خویش هستن. یعنی شما کمتر خانواده‌ای رو در غزه پیدا میکنید که یک عضو کادر حماس درش نباشه. اینی که برای اسرائیل مشکل دومش همون که آقای جابدان پر گفت این هست که در این حال اسرائیل همیشه برای گروگان‌هایی که انجام می‌گرفت خیلی ارزش قائل بود. اگر شما به خاطر داشته باشید برای آزادی یک خلبان اسرائیلی که در لبنان بود حاضر شد 10 نفر را آزاد بکنه. به همین دلیل این است که باید این گروگان‌ها را هم نگاه بکنه که چجوری میتونه آزاد بکنه. ممنونم از شما علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. در 2 ساعت پیش رو هم حتما دوباره سراغ شما خواهیم آمد و ممنونم از شمایی که ما رو در این پوشش ویژه از اورشلیم دنبال کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه فعلا به پایان میبریم، ولی دوباره چند دقیقه دیگه برمیگردیم.